2015 را میتوان سال آغاز یک بازی بزرگ جدید با ترکیب متفاوت قدرت‌های منطقه دانست. هر یک از بازیگرهای جدید در این عرصه با اعلام خروج تدریجی قوای آمریکایی از افغانستان میکوشند تا بر افغانستان نفوذ بیشتر داشته باشند و از منابع سرشار طبیعی و نیز از موقعیت استراتژیک آن استفاده کنند. و از طرف دیگر این روزها پایتخت کشور هم بیشتر از هر زمان دیگر شاهد رفت آمدهای دیپلماتیک از جانب کشورهای منطقه است. سفرهای مکرر مقامهای سیاسی و نظامی پاکستان و حضور پررنگ ایران، ایفای نقش بی‌پیشینه چین و روی دست قرار گرفتن قراردادها با کشورهای آسیای میانه از جمله موارد اند که آنها امیدواری‌های را تا حدود در افکار عمومی افزایش داده است. اما این بار افغانستان در این بازی جدید نقش خود را چگونه بازی خواهد کرد؟ آیا این بار این توانایی را دارد تا دوستان را از دشمنان تفکیک کند؟ و چقدر می تواند توازن مناسب و میان این بازیگران جدید حفظ کند؟ هرچند که عده تاکنون سیاست افغانستان را در قبال این بازیگران نقد کردند که نباید نزدیکی بیش از حد با یکی طرف دیگر را برنجاند. برفرض آقای سپنتو همین چند روز پیشتر گفت ما نباید سیاست کثیرالمحور افغانستان را تخریب کنیم و بهای اینکه ما با پاکستان میخواهیم نزدیک شویم. او افزود تجربه نشان داده است که تمام کشورهایی که از سیاستهای کثیرالمحور رابطه متوازن با کشورهای مختلف دنیا دور شدند و مزدوری و وابستگی تن دادند. و آقای کرزی هم لب بر سخن گشود و در مصاحبه هشدار داده است که تسلیم شدن و فشارهای پاکستان مبارزات مردم افغانستان علیه امپریالیسم بریتانیا و تجاوز شوروی را بی‌ارزش خواهد ساخت. او اضافه کرده ما خواهان رابطه دوستانه هستیم اما قرار گرفتن زیر دست پاکستان را نمیپذیریم. پس با این معادلات چه چیزی را میتوان استنباط کرد؟ آیا ما به مسیر درست روان هستیم؟ آیا میدونیم آنچه که داریم انجام میدهیم به سود ماست؟ بازیگران جدید چه خواستهایی دارند؟ ما چه خواستهایی داریم؟ با پدیده های جدید چون داعش چگونه عمل کنیم؟ آیا داعش برای منطقه ماست؟ از راه آن برای ما چه خواهد بود و در این رفتار جدید سیستم اقتصادی خود را چگونه تنظیم کنیم؟ برای درک همه این مسائل در طول این برنامه با من بمانید. من عنایت مدرس هستم. سلام و درود به برنامه امشب خوش آمدین و مهمان گرامی که امشب با من در این بحث حضور دارن آقای سعید مسعود استاد دانشگاه و آقای مسائل اقتصادی، آقای سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه و آقای میرویس بلخی همچنان استاد دانشگاه. مهمان گرامی بس خیلی خوش آمدید. آقای مسعود، شاید این روزها مهمترین پرسش در اذهان مردم افغانستان این باشد که واقعا بازی در منطقه چگونه روان است؟ هرچند که برخی ها نقد کردند که بازی که دولت افغانستان دارد انجام می دهد شاید آنچنان به سود افغانستان نباشد، اما ادعی باور دارند موجی که حالا در منطقه برخاسته شاید در آینده به سود افغانستان باشد. می خواهیم یک تحلیل کوتاه شما را که مردم افغانستان جدا برش نیاز دارند، چهار ابعاد همین بازی که حالا در منطقه است، اگر تحلیل کنیم واقعا به کدام مسیر روان است دولت افغانستان در منطقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد، سلام بر دکتر صاحب، سلام بر جناب استاد محترم و سلام بر بیننده شما. خدمت شما عرض شود که در این روزا یکی از مغلق‌ترین بخش‌های سیاست خارجی افغانستان شکل گرفته و این یک نوع تلاش به منظور درآمدن بر بازیه که متاسفانه 40 سال است که این بازی را زاده می‌خوایم که در بازی افغانستان بازی بکنیم، که در حقیقت نتیجه‌ش هم فکر میکنم که تا اندازه خطرناک هست، یعنی با ریسک بلند دولت افغانستان بازی میکنه. شما میفهمین که در حقیقت منطقه ما یک منطقه غیر متجانس از لحاظ اقتصادی اجتماعی و سیاسی است و در حقیقت حرکات غولهای اقتصادی منطقه که در حقیقت غولهای نوپای جهانی به شمار میره در افغانستان بعد از برآمدن قوت ها و اجازه دادن در آمدن قوت ها در اینجا به خصوص از لحاظ سیاسی بسیار مطرح میشه. شما که توجه کرده باشین غول بسیار بزرگ اقتصادی دنیا چین، غول اعتماد نپذیره که روسیه که دوباره از خواب بیدار شده، یک کشوری که در حقیقت اعتماد نمیکنه او، در حقیقت ایران که استراتژی برژنس کرده به زمین میزنه که در حقیقت او با کشورهای سرکش باید اعتماد به هند دموکرات و پاکستانه که زیادتر از حد خود
میخواد چیزی را بدست بیاره در افغانستان و در قطیر منعیس سایه حیاتی خودش و یک دلیز رسن به اطاف خودش و ایجاد یک دولت دنبال رو در قطع تعقیب میکنه و که من مخالف ازی هستم که هیچ استراتژی ایران از پاکستان تغییر نکرده بلکه تکتیکایش تغییر میکنه و این تکتیکا مطابق به اونمو و هدفهای معینش و اوضاعی که در منطقه به وجود آمده قابل تغییر است. از این لحاظ فکر میکنم که یک اشتباه کلانی که من میگم اشتباه است، شاید خدا کنه اشتباه نباشه، بله. یک روز دیگه در این میز مطرح کردم که ما یک گریزی از میوری به چین میوری را در قطع پیشه کردیم و در قطع دنبال صحیح هم نمیتونیم چین کار را انجام بدیم و فکر میکنم که هنده که آل امریکه عصبی شده و فقط 3 روز پیش از امروز سفیر هندوستان مستقیما مسئله را مطرح کرد که حذف شدن یک قدرت در منطقه و حذف شدن یک قدرت در افغانستان قابل پذیرش نیست و باید تغییرات جدی در اینجا وجود بیاید، معنای یک بازی خطرناک بین 3 کشور دشمن یعنی پاکستان، هندوستان و چین که با یکدیگر رقابت میکنند و بین ایرانی که تلاش میکنه که سایه حیاتی در افغانستان بسازه به خاطر اینکه دشمن در اینجا دقت مصروف نگاه کنه و روسیه که سخت تلاش میکنه که از محاصره شدن خودش جلوگیری کنه در این طرف خط هامو، در قدر میره که ما را به یک موضوع مغلق و پیچیده تبدیل کنه که پیدا کردن فرمول برزی برای ما بسیار مهم است. جناب استاد، پیش از این که حرفایتون ادامه بدین، یک نکته را که جدا مردم افغانستان خیلی ساده میخوان در موردش بفهمن، شما به عنوان کسی که هر از گاهی در موارد اقتصادی سیاسی افغانستان صدا بلند کردین، ارزیابی شما چی است؟ نگاهتان به آینده مثبت است؟ اگه خیلی ساده پاسخ بدید. من فکر میکنم که عمدتاً یک چیز پیش از اینکه به سوال شما برم، من میخوام که روشن بسازم که عمدتاً بازی ما بازی ژئوپلیتیک است نه ژئواکونومیک. یعنی معنا داره که موقف ژئواکونومیک ما در دههای دوم قرار داره که ژئوپلیتیک جناب استاد شاید تشریح بکنن جناب استاد، ولی ما موقف ژئوپلیتیک مطرح است، ما در موقف های سیاسی در افغانستان حال کار میکنن تا ژئواکونومیک. از این لحاظ موقعی که شما اگر میتونستین که 45 تا 65% ده یا تا 50% بازارتون از درون خودتان تولید بکنید، تولیدات ایجاد بکنید، شما میتونید داخل چنین حرکات اقتصادی بسیار سریع شوین و در حقیقت بتونید در حقیقت شعار اقتصادی بودن در افغانستان مطرح کنین. حال شعار اقتصادی بودن مطرح شده نمیتونه، برای اینکه شما در یک محدوده قرار دارین که کشورهای همسایه شما چون ایران 87 میلیونه، چون پاکستان 187 میلیونه، چون هند 1.246 میلیارد، چون چین 1.400 میلیارد و روسیه 260 میلیونه، با تریلیون جی ان پی که اینا تولید میکنن، پایین ترین حد تولید اقتصادی را و در حقیقت تبدیل شدن به یک اقتصاد مصرفی که وابسته به کشورهای خارجی که افغانستان است، نمیتونین از لحاظ اقتصادی شما حرکت رو انجام بدین، شما میبازین. از این لحاظ من فکر میکنم که مرکز پشتیبانی آقای کرزی نکنن، من میگم که بازی را چند میوره بازی بکنن، به این معنا که قدرت های منطقه که در باز در اطراف شما وجود داره، بله، و در حقیقت یک نوع نقطه آشتی را بین منافع قدرت های منطقه و قدرت های بین المللی که در اینجا نمیخواه که منافعشون خراب شه و منافع ملی شما را شما در یک مسئله از باید تقرار بکنید. اسم رب الشهداء و صدیقین، فرا رسیدن 22 هود خاطره غم‌انگیزترین فاجعه را در ذهن میلیون ها انسان تداعی می کند و آن روز یادآور تراژدی غمباری است که در آن استبداد گویاترین حنجره عدالت خواهی را نشانه گرفت و مزاری آن فریاد رسای حق و عدالت به افلاکیان پیوست. اینک 20 سالگرد شهادت آن فرزانه عدالت خواه را تحت عنوان همایش بزرگ وحدت ملی تجلیل می نمایی و با حضور میلیونی و پرشکوه خیش یک بار دیگر اندیشه های سترگ و انسانی آن شهید والا مقام را تقدیر نموده و بازخوانی می گیریم و به ارواح پاک و مقدس همه شهدای گلگون کفن وطن درود می فرستیم. بعد ما جمعه 22 حوت ساعت 8 صبح، مکان جاده شهید مزاری، محوطه بزرگ خاتم الانبیا، مصلای بزرگ شهید مزاری رحمت الله علیه.
ستاد مردمی برگزاری 20 سالگرد شهادت پیشوای شهید استاد مزاری رحمت الله علیه. آشپزی شنبه الی پنج شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر. تمویل کننده پگاه، پیام آور سلامتی و نشاط. شماره تماس 0797-133-100. روبه هدیه است و خوشم می آید و بهتری در بین همه کنون جادو یا چیز دیگری. آقای ریمی، شما چه تحلیل میکنین اوضای و جدید در منطقه و بازیگران جدیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مهمانان حاضر در بس و بینندگان از ارجمند شبکه تلویزیونی یک برنامه آماج. بسیار مشکل است ارزیابی وضعیت امنیتی و سیاسی و اقتصادی افغانستان با توجه به پیچیدگی هایی که همواره مسئله افغانستان در طی چند دهه گذشته داشته. او چیزی که واضح هستی که کشورهای منطقه، خصوصا قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای، به دنبال یک نوع بازی پیشگیرانه در جهت حفاظت از منافع امنیتی و اقتصادی خود هستند در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم، آسیای جنوب غربی یا آسیای جنوبی گفته شود. طبیعتاً در این قالب آیا افغانستان ظرفیت لازم را برای اینکه شیفت بده مشکلات امنیتی منطقه رو به جانبین، یعنی به کشورهای در واقع دو طرف این منطقه، از غرب آسیا به جنوب آسیا، از جنوب آسیا به آسیای میانه، اگر این توان رو پیدا کرده باشه، یعنی یک رسانه باشه یا یک رسانه باشه برای اینکه این زایده های امنیتی رو انتقال بده، ما می توانیم یک محیط مسئول امنیتی و اقتصادی رو برای افغانستان تعریف کنیم. اما این ظرفیت بیشتر درونی است تا منطقه‌ای. یعنی ما می خواهیم امنیت افغانستان رو از منطقه به دست بیاریم، می خواهیم اقتصاد افغانستان رو از گروه تعاملات اقتصادی منطقه به دست بیاریم. این یک اشتباه استراتژیک است، به معنی که تا در درون ظرفیت های رو افغانستان به وجود نیاره، سخت است که ما بتوانیم در واقع از محیط منطقه‌ای کسب منافع بکنیم، منافع امنیتی و منافع اقتصادی. و فکر نمی کنم که در افغانستان 13 سال گذشته تحولات عمده ای رخ داده باشه که ما این توانایی رو به دست آورده باشیم که با شیفت در واقع تعاملات سیاست خارجی خودمان از یک جانب به جانب دیگه توان ازی رو داشته باشیم که تحولی رو در اوضاع امنیت منطقه‌ای و اقتصاد منطقه‌ای به وجود بیاریم، به گونه ای که منافع ما در گروه از او افزایش پیدا بکنه، منافع امنیتی و اقتصادی. به همون دلیل بعد به نوعی گاهی اوقات ما برعکس عمل میکنیم. مثلا در موقعی که ما نیاز داشتیم که با پاکستانی ها یک تعامل نزدیک را در حوزه مسائل امنیتی داشته باشیم، بیشتر به دنبال یک سیاست چند محوری یا کثیرالمحور بودیم، چون دوره که آقای اسپنتا گفتن. و در دوره‌ای که ما نیاز داریم به یک سیاست کثیرالمحور و هوشمندانه، ما به سمت تعامل با یک کشور داریم حرکت میکنیم، یعنی برعکس او مقتضیات منطقه‌ای داریم عمل میکنیم و این میتونه نگرانی هایی به وجود بیاره. و به خاطر اینکه ما بگیم نسبت به آینده افغانستان و منطقه نگران یا خوشبین هستیم، خب این ارزیابی وقتی میتواند در واقع قابل بررسی باشه که ما مؤلفه‌ای رو در داخل افغانستان قابل پیش بینی داشته باشیم، یعنی اینکه ما در داخل افغانستان ابزارهایی را یا امکانات رو به وجود آورده باشیم که بتواند برای ما مشخص بکند که ما در 2 سال آینده، 5 سال آینده چه سیاست روی دست خواهیم گرفت. هنوز در این قسمت ما در داخل مشکل داریم. حکومت وحدت ملی با توجه به ساختارهایی که داره، طبیعی هستش که بیشتر متاثر خواهیم بود از نوع سیاست‌های پیشدستانه یا پیشگرانه‌ای که کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای خواهند داشت و این کماکان امنیت افغانستان و اقتصاد افغانستان را آسیب‌پذیر نشان می‌دهد. آخرین یک نکته که خیلی ارزشمند است، جدن هر کشور نیاز داره که تغییرات خودش از درونش آغاز بکنه و تا اینکه زیر چتر منطقه برای خودش تعریف بکنه و دنبال کمک یا هر آن تغییر دیگه باشه. می‌خوام بپرسم که واقعاً اگر دیدگاه بر این باشه که تغییرات از درون بیاد، بر فرض چه چیزهایی نیاز است که دولت افغانستان ارجحیت به نسبت به اینکه حالا دست خودش دراز بکنه به طرف منطقه؟ مثلا بر فرض ما هم اکنون
بسیار خوشبینانه به سمت نوعی تعامل با یکی از کشورهای همسایه حرکت میکنیم و فکر میکنیم که امنیت افغانستان در گروه تعامل مثبت است. اما آیا ما سندی را در اختیار داریم که بتواند بر ما ثابت بکند یا مشخص بکند که سهم ایران، سهم پاکستان، سهم آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در ثبات امنیت افغانستان یا در تهدیدات امنیتی افغانستان چقدر است؟ آیا تمام تهدیدات امنیتی افغانستان به پاکستان برمیگرده؟ آیا در واقع مسئله امنیت غذایی، امنیت زیست محیطی، امنیت در واقع اجتماعی، بحث فقر، بیکاری اینها هم جزء تهدیدات امنیت ملی ما محسوب میشن یا نمیشن؟ اگر میشن سهم اینها چیست در ناامنی افغانستان، در بی‌ثباتی افغانستان در چند سال آینده؟ بنابراین وقتی ما یک سنجش نداشته باشیم بر مبنای یک سند واضح یا دکترین امنیت ملی افغانستان، چگونه می توانیم تشخیص بدیم که در 3 سال آینده، 5 سال آینده به کدام جهت باید حرکت بکنیم؟ و مخاطر نوعی در واقع تعاملات منطقه ما یا نزدیکی به کشور، دوری از کشور دیگه به مثابه یک ریسک است. ریسک در واقع در سیاست خارجی که معلوم نیست جواب میدهد یا نمیدهد. اما نمیخوایم بگم که ما مخالف هستیم با این تحولات. بالاخره ما یعنی میخوایم بگیم بستری نداریم که مبتنی بر از بستر بخوایم بگیم که اینی کار انجام بدیم بهتر است. بخاطر اینکه ما هنوز در مسائل اولیه بسیار مشکلات داریم. اما ناگزیر از حمایت از روندی که حکومت وحدت ملی داره در حوزه سیاست خارجی هستیم. ما حمایت میکنیم اما با نگرانی. فکر میکنیم که تعاملاتی که حکومت افغانستان در حوزه منطقه‌ای انجام میده در یک اسکیل کلانتر، در یک مقیاس کلانتر باید در واقع مجدد مورد بررسی قرار بگیره. منطقه منظورم است که منطقه در چه وضعیتی به سر میبره؟ قدرت‌های بزرگ در مسئله آسیای جنوب غربی و آسیای غربی چه سیاست رو دنبال میکنه؟ افغانستان در بین به سه کشور تعامل با منطقه و کشورهای همسایه چگونه سیاست رو باید برقرار بکنه که با او در واقع بازی کلانی که در سطح بین المللی در سطح منطقه‌ای تعریف شده است همخوانی داشته باشه. در این قسمت من فکر میکنم که هنوز نقاط کور بسیار وجود داره که یک مقدار نگران میکنه که واقعا افغانستان چه چیزی رو در سیاست خارجی دنبال میکنه و آیا در واقع پیمایش ما در سیاست خارجی میتواند در کل با توجه به وضعیت منطقه نوع سازگاری داشته باشه یا نه ما را به سمت یک نوع در واقع سیاست جدیدی رو در سطح در واقع منطقه سوق میده که میتواند خطرات امنیتی اقتصادی بیشتری برای افغانستان به دنبال داشته باشه. بسیار تشکر. حالا اینکه نگرانیتون بیشتر روی چی چیز تمرکز میکنه دور بعد ان شاء الله استون میپرسم. اما علاقای بلخی را میخوام این سوال را از خدمتتون بپرسم که بحث کثیر المحور بودن سیاست خارجی افغانستان، چیزی که آقای اسپنتها هم اشاره کرد و آقای کرزی هم در مصاحبه با گاردین نقد کرد که نباید ما زیر دست پاکستان بریم، فکر میکنید آیا افغانستان دارد اون سیاست کثیر المحور خودش هم مشکنانه و به طرف یک طرف تمام اون وزنی خودش هم اندازه کن پاکستان باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و اساتید بزرگوار. در شرایط امروز وضعیت افغانستان اگر ما دو موضوع را مد نظر بگیریم، یکی پارادایمی که در عرصه بین المللی به عنوان یک پارادایم حاکم آمده مناطق و منافع ملی کشورها را در درون مناطق تعریف میکنه مد نظر بگیریم و همچنان موقعیت افغانستان را به عنوان یک فکت در این وضعیت بررسی بکنیم، ما فعلا به هر صورت به عنوان یک آلترناتیو در دوری همکاری های منطقه‌ای قرار داریم یا به اعتبار دیگر در یک وضعیت منطقه گرایی قرار داریم به دلیل ناکامی هایی که انترناسیونالیزم در دوره گذشته داشته و ناسیونالیزم در دوره گذشته داشته. به هر صورت دولت ها یا واحد هایی در یک مجموعه جغرافیایی یا استراتژیک در کنار همدیگر آمدن و در واقع منافع مشترک خودشان را تعریف کردن تا از طریق این منافع مشترک بین به اصطلاح به او پتانسیل های موفقیت هامی چیزی که به صورت به هر صورت بل قوه وجود داره او را مشتعل بسازن و برن به سعادت و توسعه و امنیت برسن. در اینجا متاسفانه هنوز چون منطقه گرایی به عنوان یک فرایند و پختگی اش نرسیده و هر منطقه منافع مشترک خودش را در درون قلمروی خود این منطقه تعریف میکنه، یک وضعیتی را ایجاد کرده که بالاخره تقابل منطقه ای به وجود بیاید و این تقابل منطقه ای باعث شده که افغانستانی که در تقاطع یا در حاشیه چهار منطقه دنیا قرار داره، افغانستان مجبور میکنه که بالاخره در سیاست های کلان خودش به خاطر توسعه و امنیت ملی کشور به یک نوع سیاست های به اصطلاح کثیر المحوری را تعریف بکنه تا از این طریق بتانه جلب حمایت تمامی بازیگران منطقه‌ای را کسب بکنه و همچنان موقعیت افغانستان را به عنوان یک فرصت در حاشیه چهار منطقه یا در به عنوان چهار رای مناطق
تعریف بکنه. به او اساس افغانستان آمد اولین اقدامی که انجام داد به نظر من پس از سال 2001 ای بود که یک بار منطقه خود افغانستان را تعریف بکنه و دقیقا مشخص بکنه که افغانستان در این چهار منطقه در کجا قرار داره. و برای از اینکه افغانستان را آمدن بر اساس بعضی از واقعات بررسی کردن و در واقع افغانستان را در عناصر مناطق آمده تعریف کردن، به این نتیجه رسیدن که افغانستان در هیچ کدامی از این مناطق به صورت یک واحد مشخص یا یک واحد تعیین شده قرار نداره. و به این دلیل بود که آمدن یک موضوع دیگر مطرح کردن به خصوص سیاستگزاران افغانستان و او ای بود که خب اگر افغانستان در یکی از این چهار منطقه قرار نداره، پس چه راهی را باید افغانستان دنبال بکنه برای موفقیت های خودش و برای ازی که بتانه به اصطلاح فرصت های منطقه را به دنبال خودش جذب بکنه. آمدن خود موضوع پروسه قلب آسیا را که به هر صورت منطقی افغانستان به صورت یا به عنوان یک مصداق عینی میتونست تعریف بکنه، از محوریت ترکیه بیرون کردن یا از محوریت خود افغانستان به عنوان یک سوژه بیرون کردن. آمدن گفتن اگر قرار است که تمام این سه منطقه به چهار منطقه‌ای که در پیرامون افغانستان قرار داره و افغانستان در گوشه ای از او قرار داره، میتونه به عنوان یک منطقه وسیع‌تر و کلانتر زیر عنوان همگرایی‌های منطقه‌ای به خاطر رفاه و تأمین امنیت و توسعه منطقه فعالیت بکنه و از اونجا سیاست کثیرالمحور را به عنوان یک عنصر فعال در سیاست خارجی تعریف کردند. اما با تغییراتی که پس از انتخابات به وجود آمد و دولت جدیدی که به میان آمد، این موضوع همچنان در جای خودش به نظر من باقی مانده و سیاست کثیرالمحور به عنوان یک عنصر فعال و به عنوان یک هدف در سیاست خارجی افغانستان هنوزم پابرجا هست. منتها به دلیل این تقابل منطقه‌ای یا منطقه‌گرایی که پیشتر تعریف کردم، هر منطقه انتظاری داره یا هر بازیگری در درون هر منطقه انتظاراتی داره که بالاخره از افغانستان باید او انتظاراتش برآورده شود. بلکه اگر فکر میکنید سیاست کثیرالمحور همچنان پابرجاست، پس چه شد که برخی افرادی که در گذشته از آدمای بلند رتبه در دولت افغانستان بودن نقد روی دولت وحدت ملی گذاشتن که ما داریم میشکنیم این سیاست کثیرالمحور خود را؟ یک. و بحث دوم، چه چیزی سبب شده که دولت وحدت ملی گرایش بیش از حد به تحلیل برخی ها به طرف پاکستان پیدا کرده؟ من فکر میکنم که اما تو که پیشتر اشاره کردم، سیاست کثیرالمحور به عنوان یک هدف باقی مانده و به عنوان یک عنصر هنوز هم در سیاست خارجی افغانستان باقی است. هم ما در سلیقه ها برای تطبیق این سیاست کمی تغییر وارد شده، به این معنا که ممکن در دور گذشته به دلیل از اینکه افغانستان یک نوع تعاملات مثبت با بعضی از بازیگران منطقه ای داشته، توجه بیشتر به او کشورهای معطوف کرده بود که از اون ناحیه افغانستان احساس تهدید نمی کرد و با اونا در یک فضای به اصطلاح بدون کدام دغدغه های تشریفاتی می تانستن وارد تعاملات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شوند. اما امروز که بازیگران تغییر کرده و حکومت جدید ایجاد شده، هدف هنوزم به نظر ما باقی است سر جایش، اما یک سلسله تغییرات در روش و وجود آمده، به این معنا که حکومت جدید احساس کرد که خب بالاخره اگر قرار است که افغانستان سیاست کثیرالمحوری خودش ادامه بده، نزدیک شدن با پاکستان یا نزدیک شدن با هر کدامی از این دولت‌های دیگر که با همدیگر متضاد هستند در منطقه، به معنای ترک کردن یک بازیگر دیگر نیست و افغانستان میتونه که به هر صورت این موازنه را حفظ بکنه و این سیاست کثیرالمحور را ادامه بده. پس این گونه که معلوم است از سخنتون، شما چندان هم باور ندارین که تغییرات جدی در سیاست خارجی افغانستان آمده؟ من به این باور هستم که به هر صورت بعضی از اعتراضات در حد دیپلماتیکی که وجود داره و بعضی از بازیگران منطقه از جمله هند و ایران مطرح میکنن، در حد نیست که افغانستان گویا اونا را ترک کرده باشه و به دنبال به اصطلاح بازیگران جدید و ارتباطات جدید باشه. من فکر کنم بسیار مقطعی است و بسیار زود پس دوباره افغانستان میتونه این بیلانس به وجود بیاره. بسیار تشکر. بینندگان عزیز، وقفه خیلی کوتاه داریم، پس از آن ادامه بحث را با ما دنبال کنید. یک میلیون افغانی
تنها با 6 پاسخ درست شما میلیونر خواهید شد. دقت، سرعت و معلومات عمومی شما تنها در 60 ثانیه. و 654 زنگ بزنید، کلید 4 دو را فشار دهید تا به 1,000,000 افغانی نزدیکتر شوید. تمویل کننده عزیزی بر بانک، بانک مورد اعتماد همه. برای به دست آوردن افتخار نیاز به حمایت دارد. دولت بریتانیا سالانه 272 میلیون پوند مصرف می کند تا ورزشکارانش در المپیک بدرخشند. کانادایی ها از سال 2006 به این سو 1,000,000,000 دلار در راه ورزش هزینه کردند. اما ورزشکاران ما با کدام امکانات افتخار آفریدند؟ بسیاری از آنان مکانی برای تمرین و حتی کرمیچی برای دویدن هم نداشتند. آنان هر ساعت و هر روز به امید جهانی شدن عرق ریختند. حالا آنان غرور دارند و با عشق می دوند، تلاش می کنند، مبارزه می کنند، فریاد می زنند و اشک می ریزند، همه برای اینکه نسیم به یک بیرق بزند. تا به حال افتخار حمایت مالی دستاوردهای کمیته المپیک را به سطح آسیا و همچنین به سطح جهان داشتیم، اما رشد ورزش به صورت بنیادی و سیستماتیک ضرورت به حمایت مالی حکومت افغانستان و همچنین سکتور خصوصی دارد. با ادامه برنامه خوش آمدین. جناب استاد، بس تا این جای کار تقریبا نوع نگاه شما و نوع نگاه آقای رحیمی مشترک بود، اما آقای بلخی یک قدر تفاوت دیدگاه دارند و تفاوت دیدگاهشون این است که نه، ما چندان هم گریز نزدیم نسبت به بازیگران مثل هند و چین یا سایر بازیگران. شاید رفتار مقطعی باشه، اما دوباره میتونیم این توازن رو حفظ بکنیم. اگر به این کوتاه پاسخ بدید، یک و دوم، اگر مشخص بریم روی چند تا کشور صحبت بکنیم، آیا میپذیرین که گرایش های دولت افغانستان نسبت به پاکستان بیشتر شده؟ و اگر شده، دلیل در چه است و چرا مثلا آقای کرزای رئیس جمهور پیشین در گاردین نقد میکنه که ما صلح دوست داریم، روابط دوستی را میپذیریم، اما هیچ گاهی نمیخوایم زیر دست پاکستان باشیم، و همچنان گپ که آقای اسپنتا گفته بود که ما سیاست کسیل محور داریم میشکنیم، چی هست نوع نگاه شما؟ خدمت شما هست شده که عمدتاً در این مورد دولت افغانستان باید نوع مقایسه تعریف استراتژیکی را انجام بده در صورتی که داشته باشه. بله، به این معنا که شما اگر توجه کرده باشین، ما در منطقه موقعی که شما را تعریف میکنین در شرایط فعلی، از تعریف استراتژیکی منطقه به تعریف استراتژیکی مزیت نسبی منطقه بحث میکنین، برای اینکه در مزیت مطلق دیگه منتفی است، یعنی بوده نمیتونه. شما باید وقتی که تعریفتون انجام میدین از کشورهای منطقه، تعریف از مزیت نسبی در منطقه را بحث بکنین و در درون منطقه تعریف نسبی استراتژیک در کشورها بحث کنین تا بتونه مقایسه را ایجاد بکنه. برای شما میفهمین که بدون ایجاد یک معیار نمیتونن شما
مقایسه انجام میدین و بدون داشتن یک معیار نمیتونین از یک جا به جای دیگه ولو که برچی باشه برتری را انتخاب بکنین. بله. باید از دولت پرسان چه ما بر نظر ما هم بسرمی است یکی از سوالای ما این است که چگونه ما از یک کشور به کشور دیگه میخزیم بدون از اینکه معیار درست را پیش خود داشته باشیم و بدون از اینکه تعریف درست را از او کشور داشته باشیم. بر اولین بار بود که جناب رئیس جمهور اعلان کرده که ما یک تعریف مشترک را نه ما با رئیس جمهورش بلکه با لوی درستیز پاکستان به یک تعریف مشترک رسیدیم. تا حالا من نفهمم که او تعریف مشترکه که اونا به او باور دارن کدام تعریف مشترک است. برای اینکه ما تعریف استراتژیکی منطقه‌ای را لازم نداریم. هر کس میگه داریم بیاین. و در پالوش ما تعریف مشخص منافع ملی افغانستان در درون از کشورها نداریم. از این خاطر مقدور نمی‌سازه که برای ما حرکات مقایسه بی خود ما را که ما مقایسه بکنیم. چرا؟ ما در حقیقت مزیت نسبی خود با نسبت مزیت نسبی دیگران یعنی مزیت نسبی ملی را با مزیت نسبی منطقوی و در درون از او از کشورها را بحث کردن نمی‌تونیم که مقایسه بکنیم. بله. از این لحاظ است که ما میگیم که ما قبول دارم که و اینا میفهمم که عمدتاً سیاست حزبی در کشور عقب مانده مثل ما واره نوع بازی مسخره با سیاست است که ما فکر میکنیم داریم انجام میتیم. بله قبلا نمی کار بود و عالم درست مراد داره که پاکستان در پالوی ما است، ایران در پالوی ما است. شما نمیتونید با بولدوزر پاکستان و ایران از سنه بردارین. شما مجبورن با اینا باشین. شما مشترکات هم اینا دارین، شما مشترکات تاریخی فرنگی زبانی و غیره دارن که بعد از 1946 گپا اصلا نمی به وجود آمده که در حقیقت تغییر جغرافیا از لحاظ استراتژی بین المللی آل مطرح نیست. مانا داره که از این لحاظ است که همسویی و همگرایی منطقوی به وجود میاد. با وجودی که من قبول دارم که همسویی و همگرایی منطقوی که ما در منطقه قرار داریم تا همسویی و همگرایی منطقوی که آمریکای شمالی شرق آسیا و اروپا داره فرق میکنه. ما در منطقه خود ما با کشورهای مواجه هستیم میخواهیم که همسویی همگرایی منطقوی رو به وجود بیاریم که کاملا غیر متجانس است. بله جناب استاد، اگر شما جای دولت فعلی به عنوان کسی بودین که میتونستین سیاست خارجی رو تعریف بکنین یا بر مردم افغانستان دوستایش هم مشترکاً تعریف بکنین، یک تا تحلیل اگر داشته باشین، شما در این بازی و در میان این بازیگران جدید سعی میکردین چه کسان را نسبت به دیگر اولویت بین یا همه را در کنار خود میگرفتین؟ مثلا حالا یک تعریف اینجاست که شاید بازی جدید این گونه باشه که روسیه همراه با هند دارن یک طرف بازی میکنن، اما چین و پاکستان و ایران در یک طرف معادله هستن و خود آمریکا این بار گرایشش نسبت به معادله دوم است، یعنی میخواد طرف دست چین و پاکستان ایران داشته باشه تا اینکه طرف هند و روسیه بره. چون این معادله واقعا شکل گرفته؟ ما فکر میکنم در صورتی که معادله شکل بگیره مدیریت درست داخلی در صورتی که بسیار قوی باشه و معقولانه حرکت کنه میتونه هر چیز مشکل را در حقیقت یک تبدیل کنه به یک فرصت تاریخی برای خود ما. شما ببینید که ما هیچگاه مخالف از این نیستم که ما با پاکستان نزدیک نشیم. ما یک از کسایی بودم که در حقیقت تئوری دشمن سازی رو کاملا رد میکنم. همیالم در مقابل تئوری دشمن سازی کاملا ساده هستم. در قدیم هایی بوده که به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی تون، به خاطر آرامششون، به خاطر یک ثبات اقتصادی و اجتماعی شما باید حتما یک دشمن را باید اگر نباشون باید ساختگی ایجاد بکنین تا بتونه این دشمن شما را انگیزه و تحریک به تحریک کنه. مانند که در مقابل کره شمالی، کره جنوبی، کره شمالی، در مقابل روسیه چین، در مقابل آمریکا و روسیه، در مقابل آلمان شرقی و آلمان غربی، در مقابل ایران عراق، در مقابل عراق ترکیه، در مقابل افغانستان پاکستان و غیره، اینا فکر میکنن چنین چیزی بوده. ولی قبل از اینکه سال 1992 تغییرات جدید به وجود بیاره، من موافق به این بودم که در مقابل چنین تئوری باید مکس کرد و تا اندازه زیاد هم استفاده هم روش کرد به خاطر از اینکه میتونست آدم قوی بسازه. مثل که پاکستان و هندوستان شما همیاله میبینین که در اصل تیوری میتونن بسیار خوب روش بکنن. ولی من میگم که فعلا بعد از 1992 مسئله تیوری دشمنسازی کاملا از میان رفته. نمی حرکت دوستسازی و ایجاد یک دوستی منطقوی در اینجا مطرح است. وقتی ایجاد دوستی منطقوی مطرح میشه، هر حرکت شما به اساس منافع ملی در مطرح میشه. منافع ملی شما در پاکستان چی است؟ در این چی است؟ در چین چی است؟ در روسیه چی است؟ در ایران چی است؟ و با آمریکا که در درون افغانستان است چی است؟ مانا داره که کدام نقطه را شما باید پیدا بکنید که منافع ملی شما را شکل بده. از این لحاظ رفتن افراطی به یک طرف، مثل که من قبول نمی‌کردم به گذشته، رفتن افراطی و حذف یک کشور به از سیاست خارجی شما نو 13 سال جنجال شما را ایجاد کرد.
آل ماین شکل. اگر رفتن افراطی دولت به طرف یکی و در حقیقت اجازه ندادن کسی دیگه و او قدرت منطقوی را از بیرون آوردنش، مزید خاطر گفتم که یکی از مغلق‌ترین بخش‌های سیاست خارجی بازی میان چین و هند و پاکستان است. سه کشوری که هستش دشمن یکی دیگر است، پاکستان با هند، هند با چین، هر سه در افغانستان دست دراز دارند. اما خیلی باور دارند که چین باز با پاکستان هم رابط استراتژیک دارند، مسائل اقتصادی ایشان خیلی خوب است. از این لازم میگم که آیا چین سوالها باید خرد شوه؟ سوال چی سوال است؟ آیا چین به خاطر بودش در افغانستان میتونه قمار بازی کنه، بازی نام قمار بزنه سیاست خارجی کنه؟ بله. آیا این میتونه چین این کار انجام بده؟ آیا پاکستان میتونه؟ که نه. از این رو ما فکر میکنم که مدیریت درست خود درونی افغانستان که به نظر ما به حدود 60% مستقل نیست، ارمانا داره که اگر ما سیاست خارجی مستقل را به کار می بردیم، سیاست مستقل در 14 سال و عالم اگر سیاست مستقل را می داشتیم که در حقیقت تعیین کننده اساسی نقاط حرکات سیاست خارجی ما که در درون از در حقیقت منافع از استقلالیت چی است؟ ما فکر میکنم آزادی و تصمیم. چه کسی این آزادی را از ما سلب کرده نسبی؟ خوش شما می فهمید که گیر یکی گرفته. ما میل بطان میم که عمدتاً در 14 سال با وجود که در حقیقت شما یک نوع مثلث قدرت دارین، شما در حقیقت قدرت بحث میکنین در مسئله استقلالیت و در قدرت سه تا زل و این سه تا زل یکیش خارجی ها است، یکیش دولت افغانستان است و یکیش اپوزیسیون مسئله افغانستان است. به این معنا که دو تای ازی که دو زل خارجی و داخلی است، اینا یک زل حساب میشن در حدود 14 سال یک حساب شدن. همین لحظه هم شما سیاست گذاری هایی که انجام میتین بدون مزمی خاطر میگم که بدون در نظر داشته یک هماهنگی و همسویی بین منطقه و بین جهان شما نمیتین در افغانستان کار انجام بدین. اینال ما یک من بخوام یک لحظه پیشتر برم، حرکات ما نباید حرکات نو فلبدیه شیر باشه. متوجه شدین؟ در سیاست شما شیر نمیگین، فلبدیه هم در حقیقت یک جمله را نمیارین و پالیسی را نمیارین، به اساس تحلیل گذشته تون، موقعیت فعلی تون، آینده را شما در حقیقت پیش بینی میکنین و این کاملا سر مسئله جیوپولیتیک مطرح است. جناب دکتر ششن، جیوپولیتیک تو کاپ نیست که ما در حقیقت یک دم به این کار را انجام بدیم. در بعض موارد یک منطقه بسیار قوت میگیره از لحاظ جیوپولیتیک، در بعض موارد ای اساسا حسم میشه و در صدرده دوم میره. فعلا رده های اول ما سیاست است. ما میان به دولت افغانستان میگم که ما کاملا صحیح است که ما یک اکسپرت اقتصادی هستم و ما اقتصاد دوست دارم، ولی حرکت سیاسی در حقیقت مبنای اساس رشد اقتصادی شما را به وجود میاره. بسیار تشکر. گلبانگ شنبه الی پنج شنبه ساعت 7 صبح. تمویل کننده MTN با شما در همه جا. آرای اعلام شده آرای تقلبی هم شامل است.
جناب آقای رحیمی، پیش از این که حالا بحث چین و روسیه و هند و آمریکا را داشته باشیم، روی این دو تا جمله استاد مسعود اگر شما یک قدر شرح بیشتر بتین. گفتن که بیشتر محور سیاست این روزها افغانستان را میتونیم ژئوپلیتیک بگوییم تا اینکه ژئوکونومیک باشه. میشین این شرح جمله را یک قدر شرح بیشتر بتین بر مردم؟ خب اصلا موافق هستی با چون این گفته؟ بله موافق هستم. با سخن به جاییست. در 13 سال گذشته بیشتر دستگاه وزارت خارجه و مجموعه نهاد ریاست جمهوری و کلن شاید به تعبیر نخبگان سیاسی افغانستان همواره این بحث رو در مورد همکاری های منطقی و همگرایی منطقی داشتن که افغانستان به معنی کانون همگرایی منطقی مطرح باشه. با توجه به تعریف مناطقی که افغانستان در اطراف خود تعریف میکرد، منطقه آسیای غربی، آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای میانه، و افغانستان در بین این چهار کانون منطقه‌ای می‌خواست که حلقه وصل باشه. ولی در همون ابتدا من همیشه گفتم به لحاظ ژئوپلیتیکی این منطق خاص خودش رو نداره، بابت از اینکه شما نمی‌توانید حلقه وصل چهار منطقه متعارض به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی باشین، در حالی که خودتون هیچ یعنی می‌خوام بگم که تهداب درستی رو به لحاظ سیاسی امنیتی ندارین. پس یالیان این رو باید در نظر بگیریم که افغانستان نمیتواند مرکز همکاری های منطقی باشد. چرا؟ شما اگر فکر کنید در اروپای در آمریکای شمالی بین کانادا و مکزیک و آمریکا است که کانون در واقع همکاری های منطقی و همکاری اقتصادی رو شکل میداره، اتحادیه نفتا. در اروپا آلمان و فرانسه و در واقع کشور قدرت های بزرگ اقتصادی اروپا هستند که کانون همگرایی مطرح میشن. در به اصطلاح حتی بحث شانگهای چین و روسیه هستن، حالا به دلایل منافع در واقع امنیتی یک نوع همکاری های منطقی رو شکل میدن. چگونه افغانستان کشوری که چهار در واقع پاره و تکه است در درون خودش میخواد کانون همگرایی و وصل بین چهار منطقه بزرگ اقتصادی و سیاسی باشه؟ از این منظر اساسا تزی که ما در 13 سال گذشته برای ازو کار میکنیم در وزارت خارجه افغانستان، در ریاست جمهوری، تز غلطه، مبناش غلطه. با مخاطر یعنی آب در هاون کوبیدن است یا تیری در تاریکی انداختن است، و مخاطر هر چی پیشتر بریم چیزی به دست نمیاریم. این یک واقعیت تلخ است. پس فکر میکنید در این شرایط چه باید شود؟ خب کاری که من میتونستم انجام بدم اگر میبودم این بود که در گام نخست همون چیزی که پیشتر اشاره کردم، سند دکترین امنیت ملی افغانستان رو، تهدیدهای امنیت ملی افغانستان رو، فرصت‌های اقتصادی افغانستان رو، تهدیدهای اقتصادی افغانستان رو باید در درون تهیه بکنیم. که فکر میکنید هیچ یک رو ما حالا نداریم؟ خب من میدونم که در دو ماه سه ماه گذشته تازه شورای امنیت ملی افغانستان شروع کرده، آقای اتمر هم کارهایشان مجموعه از فعالیت‌ها رو شروع کردن، ولی یعنی گویایی که ما یعنی در 100 سال گذشته و در 13 سال گذشته کار انجام ندادیم، تازه داریم در عرصه وارد میشیم. به مخاطر وقتی ما بحث از همکاری با یا مثلا نزدیک شدن به چین یا دوری از هند مطرح میکنیم، کمی شوخی و مسخره به نظر میرسه، بابت از اینکه کشوری که هنوز هیچ تهدابی در سیاست خارجی خودش یک اصول مدونی رو نداره، وقتی که صحبت از تعامل با چین یا تعامل با پاکستان یا تعامل با هند افغانستان عکس العملی داره واکنششان میده، این واقعیت تلخ است. حتی اگر ما نخواهیم رو بپذیریم بگیم نه ما داریم یک کار رو داریم انجام میدیم در حوزه منطقه‌ای که تاثیرگذار است، اما خود ما در داخل یک بازی قرار گرفتیم که این بازی رو دیگران طراحی کردن، با مخاطر دست و پا میزنیم، اما نتیجهش برای افغانستان مطمئن باشین که چیزی در چارچوب منافع ملی افغانستان نیست، چیزی است که منطقه برای افغانستان و کشورهای دیگه تعریف کردن در قالب. از این منظر من نگرانی خاص خود دارم. این به معنی نیست که ما گفتیم پشرم گفتیم حمایت نکنیم، ما مجبور به حمایت از سیاست حکومت وحدت ملی داره، اما در این حال میخوایم بازم بگیم که ما در بحث‌های اولیه خود مشکل داریم، ما در واقع زیر ساخت‌ها و تحتاب‌های سیاست خارجی خود مشکل داریم. بخش عمده‌ای از تهدیدات امنیت ملی افغانستان به درون افغانستان برمیگرده، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به درون افغانستان برمیگرده، در حالی که ما همه مطلوبیت‌های خود می‌خوایم از همکاری منطقه‌ای داشته باشیم، همه مطلوبیت‌های خودمون رو می‌خوایم از هند و پاکستان و چین داشته باشیم، ایران داشته باشیم. این ممکن نیست. اگر ایران، اگر چین، اگر پاکستان، اگر روسیه به دنبال همکاری‌های منطقه‌ای هستن، باید که تهداب داخلش مشخصه، استوار است، بعد میخواین از منطقه منافعی رو بر مبنای تعهد داشته باشه که ما این رو نداریم. به خاطر صحبت از همکاری های منطقه‌ای برای افغانستان به نظر من صحبتی است که مابعضا نداره، مبنا نداره، یعنی در واقع یک صحبت میخوام بگم خیالی است که ما متاسفانه در 13 سال گذشته انجام دادیم، حالا در اون مسیر حرکت میکنیم. هر چقدر که بگذاریم تا ما این تعهدها رو در داخل به وجود نیاریم، به خاطر صحبت که استاد مسعود میکنن درست است، ما در منطقه در واقع بینابینی که بین آسیای غربی، جنوبی، آسیای میانه و آسیای شرقی تعریف کردیم، بازی ها در واقع تم سیاسی دارن، بک‌گراند سیاسی دارن، یعنی ژئوپلیتیکی نه ژئوکونومیکی، در حالی که ما در 13 سال گذشته کل مبنای خود بر اقتصاد گذاشتیم. آخر نمی دو تا پرسش وجود داره، یکی این که اصلا آیا در 13 سال گذشته یک توازن وجود داشت؟ حالا برخی ها نقد میکنه که ما اون توازن رو داریم میشکنیم، اصلا در گذشته وجود داشت؟ خیر.
ببینید ما در مبنا همین که پیشتر اشاره کردم سیاست کثیرالمحور وقتی مطرح میشه برای کشوری که زیر ساختهای سیاست خارجیش مشخص است، اقتصادش مشخص است، در سیاست کثیرالمحور میتواند مبتنی بر منافع امنیتی و اقتصادی خودش از کشورهای مختلف در واقع منافع حاصل بکنه. بله. وقتی کشور در داخل دچار آشفتگی و سمگسیختگی است ما سیاست کثیرالمحور نداشتیم، ما یک سیاست آشفته داشتیم که با همه کشورهای دنیا و منطقه اگر حاضر میبودن موافقتنامه استراتژیک امضا میکردیم. اما گاهی اوقات همین موافقتنامه استراتژیک مثلا با هند ما در چارچوب سیاست کثیرالمحور موافقتنامه امضا کردیم، اما امروز در غضب از اون ماندیم که همین هندی ها برامون همون موافقتنامه از ما مطالبات دارن که امروز جواب دادن نمیتونیم. و به خاطر ما در 13 سال گذشته کارهای بسیار ناشیانه انجام دادیم که بعدها باید پاسخ از رو بدیم. پس یک آشفتگی بوده تا اینکه یک سیاست کثیر محور بوده. اگر ما الان بخوایم شیفت پیدا کنیم به سمت یک کشور دیگه دقیقاً از اون میمونیم که در 13 سال گذشته ما تعهدی به کس دیگه دادیم که اگر از اون بگیریم حالا اون کار میشه سر ما که هیچ چیزی از تو در 13 سال گذشته به ما تعهد داده بوده که کار میکنیم یک کار میکنیم حالا شما دارین شیفت پیدا میکنید به یک سمت دیگه. این نشون میده که ما هنوزم تهداب مشخصی یا یک چارچوب مشخص در حوزه سیاست منطقه‌ای تعریف نکردیم. بله. به خاطر اگر این کار انجام ندیم 30 سال دیگه هم بگذره باز مشکل ما حل نمیشه، ما هنوز درمون نقطه صفری باقی میمانیم. اما امیدوارم این است که در دو ماه گذشته شروع شده، امیدواریم که تداوم پیدا بکنه و ما ناگزیر از سیاست‌های حکومت وحدت ملی حمایت میکنیم چون چاره‌ای غیر از این نداریم، اما مجبوریم او نقاط خالی و ضعف رو هم بیان بکنیم به خاطر از اینکه در کشوری به نام افغانستان زندگی میکنیم و از پیامدهای اون متاثر هستیم. بله. و یک نکته دیگر هم اگر خیلی کوتاه تحلیل بکنین، بر فرض در شرایط فعلی اگر افغانستان در این مرکز وجود داشته باشه، بازیگران بزرگ اگر در چهار اطرافش ما نصب کنیم، مثلا ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه، در میان اینجا فکر میکنید معادله چگونه است؟ چه کسی با چه کسی میخواد یک جا باشد؟ اصلا تحلیلتان در این مورد چین؟ چون خیلی فکر میکنن که هند و روسیه یک طرف شدن به خاطر بازی برای آینده افغانستان، بعد آمریکا و چین با پاکستان و ایران یک طرف هستن به نحوه. این را اگر خیلی کوتاه چه از ارزیابی شما کجا قرار داریم ما؟ شکی نیست که بازیهای منطقه‌ای در حوزه افغانستان در چارچوب در واقع رقابت‌هایی که بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی وجود دارد قابل تعریف است. هند، چین و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها به آینده چین در منطقه دارند. اما با یه وصف ما ناگزیر هستیم که در بین کشاکش رقابت‌ها منافع ملی افغانستان رو هدایت بکنیم یا پیش ببریم. اما گپی است که منافع ملی افغانستان چیست؟ آیا ما چارچوب‌های برای تعریف منافع ملی افغانستان در چارچوب دکترین امنیت ملی داریم؟ آیا وزارت خارجه افغانستان که تلاش هم کرد در 13 سال گذشته تانست از چنبره در واقع نوع سیاست‌های مقطعی و فردی رئیس جمهور کرده برای که اجازه بده وزارت خارجه افغانستان در چارچوب او منابع در واقع استراتژیکی ما داریم، در چارچوب منابع ملی که داریم، طرحی رو برای سیاست خارجه افغانستان تدوین بکنه؟ اگر آقای اسپنتا زحمت کشید، اگر آقای زلمه رسول یا آقای دکتر عبدالله زحمت کشید، آقای کرزی باید قلم اونا رو کنار گذاشت. به خاطر ما ندانم کاری هایی رو داشتیم در 13 سال گذشته که حالی داریم چوب از رو میخوریم. و در حکومت نو ما امیدواریم که حداقل فرصت داده شود به وزارت خارجه افغانستان بذاره مستقلانه در این قسمت کار بکنه، البته در همکاری با نهاد ریاست جمهوری، و بعد ما بتوانیم که حداقل در داخل یک چارچوبی رو تهدابی رو بگذاریم. ما تا اون موقع متاسفانه متاثر خواهیم بود از بازی های کلان منطقه‌ای، بازی هایی که آمریکا در منطقه داره، چین داره، هند داره و پاکستان حتی داره. به نوعی هم بدانید که پاکستانی ها در سیاست 60 سال از ما پیشترن، از زمان تاسیسشان در واقع بعد از 10 سال اول از ما پیشترن، و مخاطر ما بسیار نسبت به پاکستان عقب هستیم. در این قسمت که فکر بکنیم ما موفق شدیم که پاکستانی ها را در مسئله افغانستان به خود همگرا بکنیم، آیا واقعا در رابطه بنیادین افغانستان و پاکستان تحول اتفاق افتاده که امروز پاکستانی با ما دوست بشن؟ من فکر می‌کنم نه. پس ما در اون چارچوب های بنیادین اگر نتوانیم که در تعامل با پاکستان مشکلات خودمون حل بکنیم، بعید است یا در واقع انتظار بیهوده است که فکر بکنیم امروز با پاکستانی ها به یک حل مشکل در واقع رسیدیم و ما می‌توانیم که امیدوار باشیم که کشور با ما یک تعامل استراتژیک داشته باشه. بسیار تشکر آقای بلخی. تحلیل تا این جای بحث این گونه بوده که در بحث سیاست خارجی آن گونه که شما در مبحث اولتان تحلیل کردین که اگر یک توازن حالا نیست شاید ما دوباره این ده پا بر جا بسازیم، اما آقای رحیمی باور دارن که اصلا چیز به نام توازن وجود نداشت، یک آشفتگی بود. اگر ما می‌خواستیم با کس دوست شویم یا منافع خود ما رو تعریف بکنیم، مثل این بود که ما آب در هاون میکوبیم یا انداختن تیر در تاریکی. به این ترتیب به جای میرسیم ما که نگذشته ما سیاست خارجی خود ما رو درست تعریف داشتیم، نه دکترین سیاسی خوب داشتیم، و حالا هم
اگر از دو ماه پیشتر بگیریم شروع کرده باشن، من میخوام اینگونه سوال بکنم، فکر میکنید که آیا پتانسیل کافی در دولت وحدت ملی وجود داره که در این سالهای باقی مانده حداقل بتونه افغانستان یک جایگاه مشخص برش تعریف بکنه؟ خب این هم یک کشور است، این منافع ملیش است، با این کشور این گونه رابط باید برقرار کنه، با این کشور این گونه رابط، این پتانسیل شما میبینین با صحبتایی که آقای رحیمی داشتن؟ خب من فکر میکنم که یک تفاوت در نگاه و در هدف دو حکومت وجود داشت و داره. مثلا در حکومت قبلی هدف اساسی و هدف نهایی امنیت بود و بیشتر روابط افغانستان و تعاملات افغانستان با کشورهای منطقه بر اساس اولویت‌های امنیتی استوار بود و مهم هست که رئیس جمهور کرزی توجهی چندانی به پاکستان نداشت و تعاملات هرچی بیشتری با هندوستان و کشورهای دیگر برقرار کرده بود. اما امروز وقتی حکومت جدید روی کار آمده، او اولویت امنیتی را تبدیل به اولویت های اقتصادی کرده، به این معنا که لااقل میخواد که تمام او اولویت ها را بیاید در زیر چتر اقتصاد طرح بکنه. افغانستان به هر صورت پس از سال 2001 با 5 سیستم امنیتی درگیر بوده. حالا 2-3 سیستم امنیتی که افغانستان وارد این مناطق بوده، چی آسیای جنوبی، چی آسیای مرکزی، چی غربی آسیا یا خاورمیانه، و 2 سیستم منطقه‌ای امنیتی که به هر صورت بر منطقه آمدن، ناتو و شانگهای، و در این معادلات باید جایگاه خودش را تعیین میکرد به عنوان یک کشوری که زیربناها همه از بین رفته بود و آهسته آهسته در یک مرحله تدریجی و در یک سیر تدریجی باید خود بازسازی میکرد و تعریف میکرد. منتها من یک تحلیلی که دارم، به هر صورت سیاست هایی که در 13 سال گذشته هم در افغانستان انجام شد، در این شک نیست که یک اجماع کلی که قرار باشه در یک دولت ملت از حکومت گرفته تا اپوزیسیون رسمی، اپوزیسیون مسلح و تمام جناح‌های مختلف در یک کشور آمده روی یک هدف و روی یک روش اجماع داشته باشند، من فکر میکنم کلن در منطقه ای خلا وجود داره. در پاکستان سیاست‌های کلانی که آیسای و نظامی ها طرح کردن و پیش میبرند، ملکی‌های پاکستانی با او موافق نیستند. حتی در هندوستان سیاست‌های کلانی که هند در قبال ایالات متحده آمریکا، روسیه، حتی افغانستان اتخاذ میکنه، گروه‌های مختلفی در درون هند به خصوص اپوزیسیون مخالف چپی هایی که در هند هستند با این موافق نیستند و همیشه اعتراض خودشان بیان کردند. بسیار از رو میخوام یک تا سوال کوتاه. آیا دولت میداند که واقعا چه کار میکند؟ اینش خیلی اهمیت داره، چون جناب استاد پیشتر گفتن که در سیاست نمیتونیم ما فعل بدیهی یا چیزی را دفعتن سریعا بگیم روی اقدام بکنیم. آیا میداند که واقعا گامای خودش کجا دارد میگذارد؟ اینش من کاملا به استاد موافق هستم که سیاست خارجی روابط خارجی نیست. سیاست خارجی باید طرح‌ریزی شده باشه بر مبنای واقعیت هایی که در یک کشور هست تا ما را به او سعادت یا امنیت برسانه طرح بکنیم. منتها من فکر میکنم که در 13 سال گذشته و امروز به هر صورت رهبران افغانستان با وجود مشکلات متعددی که بود، معادلات مختلفی که در منطقه بود، تعارض منافعی که در منطقه ما وجود داشت، تقابل منطقه گرایی، با وجود همه مسائل تلاش میکردن و میدانستن که باید چه چیزهایی را در اصول یا اولویت های سیاست خارجی افغانستان تعیین بکنن. مثلا پیشتر ما از قلب آسیا صحبت کردیم. قلب آسیا به هر صورت یک برنامه‌ای بود که کشورهای مختلف به هر صورت به خاطر منافع ملی خودشان می‌خواستن از افغانستان یک استفاده ابزاری بکنن. بله. آمدن در یک منطقه‌ای که تعریف کردن با 15 کشور گفتن سوژه افغانستان هست، به خاطر توسعه و امنیت افغانستان کار می‌کنیم. اما در اون زمان زعمای افغانستان، کسانی که تصمیم گیرنده بودند در عرصه سیاست خارجی افغانستان، با این طرح و با کلیات این طرح مخالفت کردن. آمدن گفتن که اگر قرار باشه که مثلا موضوع امنیتی، تروریسم، توسعه نیافتگی، قاچاق مواد مخدر یا جرایم سازمانیافته مسائلی است که در منطقه وجود داره، منبیش افغانستان نیست. افغانستان همیشه شعار داده و صدا کرده که افغانستان قربانی است از ناحیه تمامی این مسائل. بنابراین این باید یک موضوع منطقه‌ای باشه و در منطقه حل و فصل شود. آخه چون وقت برنامه تمام است، دیدگاه شما را اگر داشته باشیم به عنوان کسی که حالا در این مسائل انوار تحلیلی داشتین، شما نگران فردای سیاست خارجی افغانستان در منطقه هستین یا فکر میکنید حداقل نسبت به 13 سال گذشته
ما خوبتر عمل خواهیم کرد. این اگه خیلی کوتاه بگویم چون وقت تمام. من باور دارم که به هر صورت با تجربه هایی که ما گرفتیم در 13 سال گذشته بر اساس این تجربه ها در آینده ما قدم های مثبت تری گام برداشته میشه و مطمئن هستم که زیربناهای افغانستان هم در اوزی سیاست خارجی تقویت خواهد شد. بسیار تشکر از حضور همه شما در این بحث و ممنون شما بینندگان عزیز که این بحث را تا آخر دنبال کردید. تا برنامه دیگر پاینده بمانید. بدرود. خدا نگهدار. افغان ستانه روح و روانه، نام زیبایی تو ورده زبانه.